درود خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز سه‌شنبه سوم مرداد ماه برابر با 25 ماه جولای و هفتم محرم در خدمت شما. از برنامه پیشین بحثی به مناسبت ماه محرم آغاز کردیم و آن بازشناسی تاریخ زندگانی حسین ابن علی است. یکی از مهمترین وقایع جهان تشیع که امروزه هم در درون ایران و کشورهای شیعه با یک مناسک، شعائر و مراسم خاصی در حال اجراست. اینکه تا چند اندازه نسبت به وقایع تاریخی دوران حسین ابن علی آشنایی داریم و تا چه اندازه باورها و اعتقادات خود رو بر اساس مبانی درست تاریخی اخذ کردیم، مسئله امروز ماست. یعنی آنچه که سعی خواهیم کرد در طول چند برنامه به اون بپردازیم. در برنامه پیشین بدانجا رسیدیم که دیدیم تا زمان عثمان ابن عفان که حسین ابن علی و حسن برادر او هنوز جوانانی هستند، به مناسبت‌های مختلفی مورد عنایت خلفا بودند. در جنگ‌ها شرکت کردند و سعی کردند همانند انسان‌های پرورش یافته در دامان یک ایدئولوژی یا یک اعتقاد دینی زندگی بکنند. و طبیعی هم هست. ایدئولوژی‌های توتالیتر مثل اسلام سعی می‌کنند روش زندگی افراد رو تعیین بکنند. به همین دلیل است که علمای اسلامی معتقدند ما برای همه جنبه‌های زندگی افراد مؤمن برنامه داریم. از اینکه چگونه لباس بپوشند، چه غذاهایی رو میل کنند، با چه کسی حشر و نشر داشته باشند، با چه کسی بجنگند، به کدام اعتقادات پایبند باشند، با چه کسی مخالفت بکنند، با چه کسی ازدواج بکنند، عقود و ایقاعات خودشون رو چگونه برآورده بکنند. و همه اینها در درون اون ایدئولوژی تعیین میشه. بنابراین وقتی ما انسانی رو داریم که از کودکی در دامان یک ایدئولوژی پرورش پیدا میکنه، اون آموزش ها رو در کنار خودش میبینه، دارای یک فرهنگ خاصی خواهد بود که اگر ما با توجه به فرهنگ خودمون و ارزش های خودمون بخوایم اون رو ببینیم، خطا کردیم. یعنی این که فکر کنیم افرادی مثل علی ابن ابی طالب عدالت رو همان جوری میفهمیدن که ما امروز مقصودمونه، بر خطاست. یکی از روش های روحانیت همینه، سعی میکنه از اشتراک لفظی برخی از ارزش ها به سود خودش بهره برداری بکنه. عدالت علی رو به عنوان یک ارزش امروزی به جامعه بخورانه. خب دیدیم از زمان علی شریعتی ها و قبل از او افرادی مثل محمد نخشب و بعد از او افرادی مثل بازرگان ها سعی کردن همین رویه رو پیش بگیرن، یعنی بگویند علی یک حاکم عادلی بوده است، در حالی که می دانیم عدالت علی عدالت الهی و قرآنی است، همان گونه که در قرآن اشاره می شه الله و یأمر بالعدل، امر خداوندی که بر جایگاه عدالت نشسته چیست؟ این است که میراث زن نیمی از مرد، این است که بردگان دارای حقی برابر با یک انسان آزاد نیستند، این که نسبت به دگراندیشان مثل کفار یا اهل کتاب مثل مسیحیان و یهودیان شما باید تضییقات و تبعیضاتی داشته باشید. این عین عدالت خداست. هیچ کدامش با عدالت امروزی منطبق نیست، با ارزش‌های امروزی منطبق نیست. اما وقتی اونها سخن از عدالت میکنن، ما به خطا میفتیم که گویی علی ابن ابی طالب همان عدالتی رو قصد و نیت کرده که ما دوست داشتیم، مجری همان عدالتی بوده که مطلوب جامعه و ارزش‌های امروزی است، و این خطاست. وقتی سخن از ارزش هاست، باید ببینیم ارزش ها در کدام ایدئولوژی و به چه معنا و با کدام مصادیق. آیا آزادی در اسلام همان چیزی است که در لیبرالیسم میبینیم؟ یا حقوق انسانی در قرآن و سنت نبوی همان چیزی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده؟ بنابراین طبیعی است که انسان پرورش یافته در دامان یک ایدئولوژی برای اون ایدئولوژی فکر میکنه، برای اون میجنگه
و اگر ما امروز اینها رو مورد بازشناسی قرار ندهیم، الگوسازی از این افراد میتونه خطرناک باشه، در حد اقلش میتونه بسیار اشتباه باشه. به همین دلیل است که زندگانی حسین ابن علی برای ما بسیار پنداموزه که ببینیم کجای تاریخ رو خطا کرد، کجای تاریخ رو روحانیت به ما خلاف واقع گفته، خلاف متون تاریخی گفته، چه اندازه سعی کرده این افراد رو از جایگاه خودشون تبدیل کنه به یک جایگاه امروزی و برای اونها یک وجاهت بسازه. همین ها مسائل مهمی است. بنابراین شناخت شخصیت، روحیات، خلق و خو، روش و منش نزد این افراد امروز برجسته است. اینکه برای امامان علم لدنی قائلند، عصمت قائلند و بسیاری از پدیده‌های غیر انسانی که اونها رو فراتر از یک انسان منظور بکنند که لزوم تبعیت از اونها موجه بشه، امروز باید بررسی بشه. به آنجا رسیدیم که دیدیم حسین و حسن در زمان خلفا از مواهب بهره‌مند بودند. بعد از مرگ عثمان در دوران خلافت پدر خودشان هم دیگر یک انسان تقریبا میان سالند، یعنی اگر حسن رو متولد سال سوم و حسین رو متولد سوم شعبان سال چهارم بدانیم، زمانی که علی خلیفه میشه در سال 36، آنها حدود 32 سالی سن دارند. بنابراین انسان جا افته هستند، در امر سیاسی میتونن دخالت بکنن، در امور اجتماعی، در مسائل فقهی. و ما در صدر اسلام داریم کسانی که خیلی سن کمتری داشتن، اما از سوی پیامبر اسلام و دیگران به مناسب مهمی هم گماشته شدن، مثل اسامه ابن زید، جوان 18 ساله امیر لشکر میشه، و افراد دیگری که در جوانی توانستن به مدارج بالایی از فقاهت نزد پیامبر اسلام برسن. حالا ببینیم جریان حسین و حسن چیست؟ آیا اونها هم دارای چنین جایگاه‌هایی بودند در امر سیاسی، در امر لشکری، در امور مربوط به فقاهت و دیانت و شریعت؟ مسائل مهم است. بنابراین در دوران زندگی علی ابن ابی طالب در کوفه که دوران خلافت اوست، شگفت‌انگیزه که جای پای حسنین بسیار کمه. یعنی ما فقط داریم که اونها در جنگ‌ها شرکت کردن، در جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، اما نه به عنوان فرماندهان جنگ، نه به عنوان جنگاوران میدان. حتی در نهج البلاغه خطبه‌ای وجود داره، زمانی که حسن بنابر اون تحریکات نیروهای دشمن به خصوص عبیدالله ابن عمر قرار وارد میدان بشه، علی اشاره میکنه که جلوی این جوان رو بگیرید، جلوی این غلام رو بگیرید، که نمیخواهم با کشته شدن او اهل بیت داغدار بشه و از نسل پیامبر کسی باقی نمونه. یعنی حاضر نشد حسن رو حتی به میدان بفرست. جنگ خوبه اما برای دیگران، اما در برابر کفر ایستادن آنگونه که علی ابن ابی طالب به دنبالش بود رو برای دیگران پسندید، اما برای حسن و حسین نپسندید. هرچند در میان فرزندان علی محمد حنفیه یکی از چهرهای شاخصی است که هم جنگاور بود و در جنگ ها هم شرکت میکرد. از حسن و حسین برای جنگ ها ما چیزی نداریم به عنوان سرداران دلاور یا فرماندهان جنگی که نشان بده آیا بعداً در امور مربوط به سیاست هم میتوانستن از این ویژگی بهرمند باشن یا نه. هرچند دیدیم پدرشان که ویژگی جنگاوری داشت از سیاست بهره زیادی نداشت، اما حسنین حداقل در این زمینه هم کارنامه‌ای ندارن که قابل دفاع باشه. نکته جالبتر این است که خب میدانیم علی خلیفه شد و طبیعی است وقتی یک انسانی خلیفه میشود نسب عمرا به عهده اوست، اوست که والیان رو تعیین میکنه. و شگفت‌انگیز این هست که علی در طول این 4 سال و 10 ماه حتی برای یک بار هم حسن و حسین رو به ولایت جایی نگماشت، حتی یک منطقه بسیار کوچک. دو موضوع در اینجا هست که باید مورد تحلیل قرار بگیره. موضوع اول این است که ممکنه برخی از شیعیان معتقد باشن که خب علی
انسانی نبوده که اهل خیشاوند سالاری باشه، برای همین نخواسته به فرزندان خودش ولایت بده. خب این موضوع از دو جنبه قابل انتقاده. جنبه اول این است که طبق ادعای شیعه این دو امام هم معصومند، یعنی برای اجرای امور سیاسی و اجتماعی از خطا و گناه و اشتباه مبران. از طبیعی است هر کسی اگر به این مسئله معتقده باید بدون ترک اولا کار قبیحی است و علی باید از اونها استفاده بکنه، چون این ویژگی رو خدا به اونها داده که اونها بتوانند امور جامعه رو سامان بدن. وقتی علی به خیلی از افرادی که صلاحیت نداشتن اداری امور رو داده، چه مشکلی بوده که به حسن و حسین ولایت بده؟ مگر نه اینکه قرار بوده اینها بعد از علی خلیفه امت اسلام باشن، امام امت باشن، جامعه رو به سمت درست هدایت بکنن؟ این طبیعیه که شما میتونید وقتی قرار چند سال بعد کل خلافت اسلامی رو به اونها بدی، در دوران خلافت خودتون یک شهر کوچکی رو هم به اونها بدید، مدائن رو به عنوان مثال عرض میکنم، یک منطقه کوچک که مثلا حسن ابن علی اونجا کمی کارهای سیاسی انجام بده، هم مردم رو به صلاح بیاره و هم اگر هم اشتباهی هست توسط علی اصلاح بشه. این پدیده در میان دوران خلافت اسلامی وجود داشت، یعنی خلیفه‌ای که سعی میکرد بخشای از کشور رو بده به افرادی که ولیعهدش بودن، اونا بتونن جایی رو اداره بکنن، آماده بشن هر لحظه اگر خلیفه‌ای فوت کرد، فرزندان او که ولیعهد هستن بتونن جامعه رو اداره بکنن. خب طبیعی است علی والیانی داشت که اتفاقا افراد بیدرایتی بودن، دچار خطاهای زیادی شدن، مثل کمیل ابن زیاد، مثل منذر ابن جارود. خیلی از افرادی که اختلاس کردن علی رو ترک کردن، مثل یزید ابن حجیه و خیلی های دیگر که حالا ما بعدا به فراخور موضوع اشاره خواهیم کرد، حتی به صفاکانی مثل زیاد ابن ابی، همه ولایت داشتن در زمان علی. پس قابل دفاع نیست که بگوییم این دو به دلیل اینکه علی خیشاوند سالار نبود از اونها استفاده نکرد، بلکه اولا این بود که از حسن و حسین حداقل در ولایت‌های کوچکی بهره ببره. دومین پاسخی که میشه داد این است که برخی از این عزیزان که مدعیان علی خیشاوند سالار نبود بر خطا هستند. ما میدونیم علی ولایت مصر رو به محمد ابن ابی بکر داد، محمد ابن ابی بکری که در خانه علی بزرگ شد، در واقع پسرخوانده علی بود. عبدالله ابن جعفر برادر مادری اوست، یعنی اسماء بنت امیس زنی بود که اول زن جعفر ابن ابی طالب بود، عبدالله ابن جعفر از او به دنیا میاد. بعد از مرگ جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ علی در غزوه مومته، او به همسری ابوبکر درآمد، محمد ابن ابی بکر از ابوبکر، و بعد از مرگ ابوبکر علی اسماء بنت امیس رو به همسری گرفت و محمد از کودکی در خانه علی بزرگ شد، یعنی پسر او بود، همه او رو پسر علی میشناخت. و بعد از مرگ محمد ابن ابی بکر هم علی اعلام میکنه که او مثل پسر من بود و برادران حسن و حسین. چگونه است که ولایت مصر به یک جوان 22 ساله داده میشه که خود علی ادعا میکنه از سیاست چیزی نمیدانست و ما اشتباه کردیم، همین دلیل مالک اشتر رو میفرسته به اون منطقه. تو متوجه خطاهای محمد ابن ابی بکر شد، هرچند مالک اشتر در میانه راه فوت کرد یا بنابر برخی نقدها کشته شد، اما ولایت دادن به محمد ابن ابی بکر رو همه از چشم اینکه علی به پسر خودش ولایت داده میدیدن. از طرف دیگر علی به پسر عموهای خودش هم ولایت داد، قسم ابن عباس رو در حجاز، عبیدالله ابن عباس رو در یمن، عبدالله ابن عباس رو در بصره. اون نقلی که مالک اشتر انجام داد که آقا ما پس برای چه دیروز آن پیرمرد رو کشتیم، نشان از گلگی او از علی بود.
چون یکی از کنایه هایی که شیعیان بر عثمان می زدن این بود که او پسر عموهای خودش رو بر کار گماشته، عبدالله ابن عامر رو، ولید ابن عقبه رو، معاویه ابن ابی سفیان رو، عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر رو، هرچند برخی از این افراد از زمان عمر ولایت داشتن، اما به هر حال جز نزدیکان معاویه بودن، پسر عموهای او بود. و آن زمان شیعیان کوفه بر عثمان خورده گرفتن که تو آمدی و به نزدیکان خودت ولایت دادی. خب علی هم همین کار رو کرد، یعنی به پسر عموهای خودش داد، و اتفاقا هم آدم های ناخلفی بودن، یعنی عبدالله ابن عباس از بیت المال بسته دزدید در انتهای دوران خلافت علی، یا عبیدالله ابن عباس به قدر بیلیاقت بود که با حمله بسر ابن ارتاد یمن رو رها کرد و فرار کرد، دو کودک او توسط بسر کشته شدن. بنابراین طبیعی است که این ادعاها فاقد وجاهت. طبیعی است یک امام معصوم بتواند برای اداره بهتر جامعه از فرزندان خودشون که کودک هم نبودن، 30 و اندی سال داشتن و همه اونها هم از نظر شیعیان امام معصوم هستند، حداقل برای برخی از ولایت ها به کار بگیره. مسئله خیشاوند سالاری هم فاقد وجاهته، چون علی به فرزند خوانده خود و پسر عموهای خودش هم ولایت و امارت داد. در دوران علی حسن بارها با پدر مخالفت داره، هرچند حسین تا حدودی نسبت به پدر نزدیکی های فکری داره، حتی از نظر خلق و خو به همان اندازه تا حدودی خشن و بنابر نقل‌های تاریخی بد زبان هم بوده، یعنی گاهی، حالا البته فایل تصویریش هم موجوده که یکی از این مداحان سرشناس جمهوری اسلامی که به نام حاج منصور عرضی هست، یک مصاحبه کننده از او سوال میکنه، میگه حاج منصور شما خیلی ها میگن که فحاش هستید، بد زبان هستید، بد دهن هستید، خب این دلیلش چیست؟ و ایشون اشاره میکنه که ارباب هم همین گونه بود، یعنی منظورش حسین ابن علی. نقل‌های تاریخی هم مؤید این مسئله هستن، ولی خب نیاز به خواندن نیست. عزیزانی که تمایل دارن میتونن به کتاب‌های خاصی مثل طبقات ابن سعد که در جلد پنجمش به حسن و حسین پرداخته، در اون نقل‌های بد زبانی حسین رو بیاورن، چون حسن این خصیصه رو نداشت. به دلیل سلجویی حسن بود که اساساً نوع روابط علی با حسن دچار مشکلات بود. زمانی که علی قرار بود به شام بره، حسن با او مخالف بود. بعد که خبر شنید که عده‌ای از مکه به بصره رفتن برای جنگ جمل، باز حسن مخالف علی بود و دائما این مخالفت ها بود. اما حسین تا حدودی خلق و خوی پدر رو داشت و سعی میکرد از نظر فکری و سیاسی شبیه پدر عمل بکنه. به همین دلیل بعد از مرگ علی ابن ابی طالب، در جریان صلح حسن با معاویه، نزاعی هم میان حسن و حسین شکل میگیره. برخی مثل بلازوری این مسئله رو خیلی حاد نشان دادن که به هر حال حسن سعی میکنه به نحوی حسین رو با تهدید ساکت بکنه، چون شیعیانی بودن که این دیدگاه حسن رو نمیپذیرفتن که تو صلح نکن، هنوز ما 40-50 هزار نفر نیرو داریم، که یکی از اونها و سردارانشون قیس بن سعد بن عباده بود، 40 هزار نفر نیرو تحت امرش بود. و حتی بعد از صلح حسن هم با اکراه بیعت کرد با معاویه. اما گویی حسن از همان ابتدا قصد صلح رو با معاویه داشت، تمایلش رو داشت. اما میان حسن و حسین خب اختلافاتی رخ داده. بد نیست در جهت تفاوت دیدگاه این دو نگاهی بیندازیم به گزارشی که طبری آورده و ما این رو میخوانیم که اساساً این مسئله صلح حسن با معاویه و نگاه حسین در چه بستری شکل میگیره. طبری در جلد هفتم کتاب خودش در صفحه 2713 و 14 این گونه می‌نویسه: حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، یعنی هرچه امتیاز دوست داره از معاویه بگیرد. حالا جالب این هستش که ما در داستان زندگانی علی ابن ابی طالب میبینیم قبل از صفین قاریان قرآن و بزرگان دو طرف با هم گفتگو میکرد. علی به صراحت اشاره میکرد که من در
ریز و درشت این کار، از پشت و روی این کار نگاه کردم، دیدم یا باید به آنچه پیامبر اسلام آورده کافر بشوم یا اینکه به شما بجنگم، و من ترجیح دادم با شما بجنگم. یعنی جنگ با معاویه رو در دوگانه کفر و اسلام قرار داد. اما حسن ظاهرا با اون اندیشه های پدرش سر سازگاری نداشت، بلکه تمایلش بر صلح بود. حالا مهم هم نیست که کافر محسوب بشه یا نه. به همین دلیل از افرادی، از نزدیکان حسین او رو از نزدیکان حسن او رو مذل المؤمنین دانستن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرد با این صلح. حالا طبری آورده این مسئله، حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، آنگاه به جماعت ملحق شود، یعنی بیعت بکنه و اون بحث افتراق به کنار بیاره. حسن دانسته بود که قیس بن سعد با رأی وی موافق نیست و او را برداشت و عبدالله ابن عباس را سالاری داد. حالا برخی نقل‌ها به جای عبدالله عبیدالله را آورد. یعنی حسن دید که قیس بن سعد ابن عبادی خزرجی که یکی از دلاورانی بود که علی به اشتباه او را از مصر برداشت و محمد ابن ابی بکر رو به اونجا گذاشت، او حاضر نیست با معاویه صلح بکنه. یعنی چنون سردارانی هم داشته حسن، مثل فیلم میسازن تنها ترین سردار و اینا، در دروغهایی است که دستگاه تبلیغاتی رژیم سعی میکنه اینا رو نشان بده. اتفاقا همین قیس ابن سعد ابن عباده کسی است که 40,000 نیرو تحت امرش، زیاد ابن ابی که بعدا معاویه با ترفندهای او رو به طرف خودش جلب میکنه، نیروهای تحت اختیارش بود در بصره. ما وقتی تمایل حسن به صلح بود، سعی کرد یک فرمانده ای رو بیاره که مثل خودش سست عنصره، یعنی عبدالله ابن عباس. حالا ادامه میده. چون عبدالله ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. این اموالی که برداشته بود همون اموالی است که من عرض کردم در دوران علی از بیت المال بصره اختلاس کرد، رفت به طرف مکه، نیامد تا زمان مرگ علی. حالا زمان مرگ علی آمد و دید که حسن تمایل به صلح داره، به معاویه نامه نوشت که اگر با من کار نداشته باشی، با اون اموالی که من اختلاس کردم کاری نداشته باشی، من با تو صلح. و چون حسن پراکندگی کار خیش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست. معاویه نیز عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره را فرستاد که در مدائن پیش حسن آمدند و آنچه میخواست تعهد کردند و با وی صلح کردند که از بیت المال کوفه 5,000 بگیرد، یعنی 5,000,000 درهم موجودی بیت المال کوفه رو حسن بردار با چیزهای دیگر که شرط کرده. حالا در اینجا طبری به اختلاف حسن و حسین اشاره میکنه. حسن به معاویه درباره صلح نامه نوشت و امان خواست. وی به حسین و عبدالله ابن جعفر گفت: به معاویه درباره صلح نامه نوشتم. حسین گفت: تو را به خدا قسم میدهم که قصه معاویه را تایید نکنی و قصه علی را تکذیب نکنی. حسن بدو گفت: خاموش باش که من کار را بهتر از تو میدانم. طبری کمی ملایمتر نوشته، ولی بلازوری اشاره کرده که کار نزاع دو برادر به جنگ لفظی هم میکشه و حتی حسن تهدیداتی هم به حسین داره. خب شروط صلح رو هم طبری اشاره کرده، منابع دیگر تاریخی هم آوردن. حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چرا در بیت المال وی بود برگیرد، یعنی بیت المال کوفه، و خراج دارابگرد از او باشد، به شرط آن که در حضور وی ناسزای علی نگویند. پس آن چرا در بیت المال کوفه بود که 5,000 بود برگرفت. در صفحه 2715. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه، بلکه جالبه که ما نگاه قیس ابن سعد ابن عباده را یکی از سرداران حسن داشته باشیم برای تشخیص خلق و خوی میان حسن و این سردارانش.
وقتی معاویه تومار را برای قیس فرستاد، معاویه یک توماری تهیه کرد چون دید قیس با او بیعت نمی کنه. به قیس گفت هرچی میخوای بنویس، من امضا کردم زیر اون تومار رو، شما شرطی که داری بنویس، چون حسن نوشت من اینو میخوام و اونو میخوام و این داستان ها، برای قیس فرست. در آن برای خودش و شیعیان علی به سبب خونها که ریخته بودند و مالها که گرفته بودند امان خواست. میگه قیس آمد و گفت خب ما با اینا خیلی جنگیدیم، در صفین جنگیدیم، در جای دیگه جنگیدیم، نکنه که بعد از بیعت من معاویه به جرم اینکه شما در صفین یا جای دیگه نیروهای من رو کشتید بخواد قصاص بکنه. بنابراین قیس سعی کرد مردانه امان بگیره برای شیعیان علی، اما برای خود مالی نخواست، یعنی نگفت به من پول بده، برخلاف حسن که گفت به من پول بده. سردار حسن یعنی قیس ابن سعد پولم نخواست، گفت آقا فقط خون یاران ما و افرادی که بودن حفظ بشه به اضافه غنایمی که ما گرفتیم، اونا در مورد جنگ بوده و الان موضوعیت نداره. و معاویه آنچه را خواسته بود تعهد کرد و قیس و یاران وی به اطاعت معاویه در آمد. این حالت تطبیقی خوبی است که بشناسیم اهل بیت چگونه نگاه می‌کردند نسبت به مسائل سیاسی، حتی اعتقاد پدرشون که آقا ما داریم با کفر می‌جنگیم، اما می‌بینید پسر او خیلی راحت میاد و با معاویه صلح می‌کنه. همین اتفاق در دوران حسین و سجاد می‌افته، یعنی جایی که حسین با تعداد اندکی میاد که در کوفه حکومت بگیره، با یزید بجنگه و خواهیم خواند که اشاره میکنه که در دوران یزید دیگه سنت از بین رفته، احکام تعطیل شده، حدود معطل مانده و من باید برم برای امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین جد. شگفت انگیز اینه که علی ابن الحسین یعنی امام سجاد خیلی راحت با یزید بیعت میکنه طبق نقل یعقوبی و دیگر مورخان شیعه. حتی در واقعه حره که مردم مدینه قیام کردن بر علیه حسین، امویان رو بیرون کردن، علی ابن الحسین به اونا پناه میده، یعنی به مروان و خانوادش پناه میده، یعنی کار کارشکنی رو داره انجام میده به نفع یزید. و یزید وقتی مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته به مدینه میگه که با علی ابن الحسین برخورد خوبی داشته باش، چون او اخبار مدینه رو به من میده، یعنی ایشون جاسوسی هم میکرد برای یزید. تفاوت دیدگاه رو دقت بفرمایید چقدر مهمه، برخلاف اون ادعای شیعه که امامان ما کلهم نور واحد، اینا همشون یه جورن، یک نورن، روش و منششون یک کیست، ولی ما میبینیم نه، این گونه نیست. در امر سیاست و اعتقادات ببینیم تفاوت داره، یکی جنگ با اهل کفر رو به هر صورت مجاز میدونه، حتی اگر 90,000 نفر در صفین بمیرن، اما حسن خیلی راحت با همان معاویه صلح، و بالعکس حسین و پسر. در زمان معاویه تا زمانی که حسن زنده بود، یعنی تا سال 49، همه سال مواهبی هم از سوی معاویه به این افراد داده میشد، ثروتی که برای حسن و حسین در نظر گرفته میشد در کنار آن چیزی که به بنی هاشم میبخشید که حالا ما نمونه هاشو خواهیم خواند. یک نمونه از اونها که نشان از مواهبی است که در زمان معاویه برای حسن و حسین داده میشد رو سلیم بن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد آورده. ایشان در صفحه 560 اشاره میکنه که خب بنی هاشم رفتند نزد معاویه نشسته بودند و اینها، حسن و حسین و دیگران هم بودند، و اشاره میکنه معاویه دستور داد تا برای امام حسن و امام حسین 1,000,000 درهم، یعنی برای هر کدام 500,000 درهم تقدیم کنند. اینا میدونید که پولهایی بوده که از غنایم سرزمین های دیگر و ایران و جاهای دیگه به زور از مردم گرفته میشد، می آوردن و معاویه اینها رو بخشش میکرد بین اهل بیت. و در پاورقی همون کتاب اسرار آل محمد، مترجم کتاب یه رفرنس و ارجاع دیگه هم میده از کتاب احتجاج،
میگه وقتی معاویه سخنانشان را شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها 100,000 درهم بدهند، یعنی بقیه بنی هاشم. میرفتن گریزاری میکردند و از فضائل خودشون میگفتند و اینکه ما نوه های رسول هستیم و اهل بیت او هستیم و اینها. معاویه هم یه بذل و بخششی به اونها میکرد. اشاره میکنه که وقتی سخنان اونها رو شنید 100,000 درهم به هر کدومشون داد. جز امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر که برای هر کدام 1,000,000 درهم دستور داد. این عبدالله ابن جعفر به قدری به معاویه علاقه مند بود، نام یکی از فرزندانش رو گذاشته بود معاویه، شوهر زینبه. اون زینبی که شیعه معتقد قهرمان کربلاست. یه دختری داشته ام کلثوم که بعدن این ام کلثوم عروس همین امویان میشه، از جمله حجاج ابن یوسف ثقفی، یکی از خونریزترین نمایندگان و امرای خلفای اموی که شیعه کشیش هم معروف. اما زینب دختر خودش ام کلثوم رو هم به عقد او در میاره. یکی از دلایلی که زینب در شام دفنه نه در مدینه برای همینه که به خاطر ازدواج دخترش با خلفای اموی طبیعی بوده که به کنار دخترش بره در سرزمینی که او زندگی میکنه و خب اونجا هم از مواهب بهره مند بشه. یعنی کسانی که جوانان این سرزمین رو فریفتن به عنوان مدافع حرم و بردن در دمشق، یادشون رفتن بگن این حرم چرا اونجاست. یعنی زینبی که به خاطر ازدواج و استفاده از مواهب همون امویان، یزیدیان و مروانیان رفته در اونجا داره زندگی میکنه، خب به مرگ طبیعی هم فوت میکنه، همونجا هم دفن میشه. اما جوانان سرزمین ما که تحمیق شدن باید برن برای کسی که برای پول دنیا رفته با دربار اموی ازدواج کرده، دختر داده به بزرگترین قاتل شیعه حجاج بن یوسف ثقفی. شعبی یک تعبیر جالبی داره، یکی از محدثان و فقهای بزرگی شعبی میگه اگر هر فرقه‌ای، هر مذهبی، هر دینی حدیدترین آدم خودش رو بیاره و ما مسلمانان حجاج ابن یوسف رو بیاریم از همه جلوتریم. یعنی تا این اندازه این شخص پلید و منفور بود. ولی داماد زینب، ولی آخوند نمیاد اینا رو به شما بگه، کما اینکه در فیلم هایی مثل فیلم مختار هم هیچ وقت شما نشنیدید که در اون فیلم اشاره بشه که همین عبدالله ابن زبیر، همین مصعب ابن زبیر که با مختار دارن می جنگن، این دو نفر داماد حسن و حسین هست. یعنی مختاری که مدعی بود من خونخواه حسینم داشت با دامادای حسن و حسین می جنگی. عبدالله ابن زبیر شوهر ام حسن دختر حسنه، مصعب ابن زبیر شوهر سکینه یا سکینه دختر حسینه. جالب اینه که یکی از فرزندان علی به نام عبیدالله ابن علی هم توسط مختار کشته میشه در جنگ حرورا. اینا رو شما در سریال مختارنامه نمیبینید، چون بلافاصله مشخص میشه شیادی مختار رو. اتفاقا زمانی که حسن در مدائن هست، خب بحث صلح پیش آمد، یعنی عده احساس کردن که حسن داره صلح میکنه، براش افتن که این چه حرکتی، از این خیانت به ماست. باروبونه حسن رو غارت کردن، به او تیغ زدن با خنجر و حسن بیمار شد. او رو بردن به مدائن در دارالاماره که سعد ابن مسعود ثقفی عموی مختار اونجا حاکمه. مختار در اون زمان جوان هم نبود، چون او متولد سال اول هجری است، یعنی در حدود سال 40-41 40 سالشه. نزد عموی خودش سعد ابن مسعوده، قبلا اختلاس کرده، علی قصد داشت او رو مجازات کنه، اما با شفاعت سعد ابن مسعود از اون اختلاس مختار در میگذره، گذشت. وقتی مختار میبینه حسن قصد صلح داره، به عموی خودش میگه بیا پیش دستی کنیم، حسن رو تحویل معاویه بدیم
امارت خودمون رو یا یه چیزی بیشتر از معاویه بگیریم، که عموش مخالفت میکنه و این نحوه رفتار رو نمیپسند. حالا یه همچی شخصیتی مثل مختار بنابر سیاستهای خاص خودش تبدیل میشه به قهرمان شیعه، براش از سرمایه های مردم ایران فیلم میسازن، سریال میسازن که دائما در ایام محرم داره پخش میشه. اما بسیاری از وقایع تاریخی رو در اون داستان نمیارن که او با چه اندازه در برابر نزدیکان حسنین و شیعیان ایستاده و داره میچنگ، چون با اون شعار و اون تعبیری که حکومت میخواد بده مخالفت داره. نمیشه، دست مختار رو میشه و نمیشه این کارو بکنیم. ما باید قهرمانان شیعه بسازیم، کسانی که خونخواه و منتقم حسینن و ما هم بریم در همون صف قرار بگیریم. به هر حال صلح حسن و مسائلی که در دوران معاویه بود، برای حسن تا سال 49 هیچ مشکلی وجود نداشت، او زندگی کرد و تمام شد و رفت. عده‌ای معتقدند که مرگ حسن به دلیل مسمومیت ناشی از اعمال و عمل معاویه بوده که سعی کرده جعده دختر اشعث بن قیس کندی که همسر حسن بوده رو تحریک بکنه به این کار. به نظر میرسه این نقل ضعیف و نادرسته، به خاطر اینکه در دوران حسین نامه های زیادی بین حسین و معاویه رد و بدل میشه، گاهی لحن اینها خیلی تند هم هست، گاهی هم دوستانه است. آنجایی که حسین سعی میکنه با لحن تند با معاویه صحبت کنه، حتی قتل افرادی مثل حجر ابن عدی، عمرو ابن حمق خزائی و خیلی های دیگر رو به معاویه نسبت بده، هیچگاه سعی نمیکنه قتل حسن رو به معاویه نسبت بده. و این عجیبه که شیعیان معتقدن معاویه حسن رو کشته، در حالی که حسین زمانی که میخواد قتل های متعدد و کارهای خلاف شرع معاویه رو به او گوشزد بکنه، هیچ وقت نمیگه تو برادر من رو کشتی و در اون دنیا تاوانش رو خواهی. از آن طرف هم خلق و خوی حسن نشان میداد که خطری برای شخص معاویه نداشت، به همین دلیل حسن به مثابه یک سرعتگیر عمل میکرد برای بنی هاشم. در همان زمان که حسن صلح کرد، عده‌ای از کوفیان از حسین خواستن اقیام بکنه، اما حسین نپذیرفت، به دلیل اینکه گفت نه، ما در یک عقد و عهدی با معاویه هستیم، بنابراین تا زمانی که او زنده هست کاری نخواهیم کرد. خب حسن سال 49 فوت میکنه و حسین نزدیک به 10 سال بعد از حسن زندگی میکنه، اما به همان تعهد و صلحی که با معاویه داره پایبند. اما این به این معنا نیست که نزاعهای میان اونها رخ نداده، گفتگوهای صورت نگرفته. نه، بارها در مدینه بین حسن و حسین با مروان که والی معاویه بود در مدینه، نزاعها، بگومگوها و اختلافات خیلی زیاد بود، گاهی بر سر مال بود، گاهی بر سر زنان بود و خیلی امور دیگر. یک مسائلی هم در مورد شیعیان بود، مثلا افرادی که در کوفه بودن و اعتراضاتی داشتن، اونا سعی میکردن به نظر معاویه برسونن و معاویه هم سعی کنه اون چیزی که اونها میخوان برآورده کنیم. بعضی مواهب مالی هم که اشاره کردیم برای اونها پرداخت میشون. در کنار این مسئله، معاویه سعی میکنه از حسن در امر سیاسی هم استفاده بکنه، یعنی در مورد پدیده صلح‌جو بودن حسن ما داستانی رو داریم که معاویه سعی میکنه حسن رو در برابر قیام فروت ابن نوفل اشجعی که از خوارج بود تحریک بکنه که شما برید به جنگ، اما حسن نمیپذیره و در اونجا اشاره میکنه که نه، من اگر قصد جنگ داشتم که با تو میجنگیدم، بنابراین من قصد جنگ و خونریزی ندارم. و این هم یک علامتی است مبنی بر اینکه حسن اهل جنگ و جهاد خاصی که بخواد خون مسلمانان رو بریزه در او مشارکت نداره. در کنار مشکلات عمده‌ای که در دوران حسین و معاویه رخ میده که من عرض کردم، یک تفاوت خلق و خویی هم میان معاویه و حسین میشه دید، یعنی جایی که تساهل و تسامح معاویه رو در برابر اون کینه ها و عداوت های حسین میشه نگاه کرد. حالا من در باب سعی صدر بعدا یک مطلبی رو خواهم خواند که
اهل بیت چه کار میکردن و معاویه از این خطاها و اشتباهات اونها میگذشت. اما آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا، بخشی که مربوط به حسین ابن علی هست، به شرح یک تفاوت خلق و خو میپردازه، جایی که افرادی در مدینه که تحریک میکردن مردم رو، مثل حجر ابن عدی و دیگران، توسط زیاد ابن ابی کشته میشه. در اینجا معاویه سعی میکنه به حسین ابن علی یک نکته ای رو بگه که جالبه برای ما این بخشی رو که بخوایم نگاه بکنیم. معاویه اشاره میکنه وقتی این آقای رسول جعفری در تاریخ خلفا آورد، وقتی معاویه رو در رو با حسین ابن علی قرار گرفت، به او گفت آیا شنیدی ما چه بر سر حجر و اصحاب او و شیعیان پدرت آوردیم؟ امام فرمود چه کردید؟ معاویه گفت آنها را کشتیم، کفن کردیم و نماز بر آنها خواندیم و دفن کردیم. امام فرمود اما اگر ما، یعنی منظور شیعیان، یاران تو را بکشیم، نه آنها را کفن میکنیم و نه نماز بر آنها میخوانیم و نه دفن میکنیم. در صفحه 462، یعنی ایشون داره به صراحت همون کاری که مثلا عمر سعد یا خیلی ها انجام دادن که جنازه ها رو رها کردن، بر اونها با اقسام تزییقات رو انجام دادن، رو سالها قبل از کربلا به معاویه گوشزد میکنه، در حالی که معاویه داره بهش میگه آقا ما یاران تو که کشتیم با اونا مثل مسلمان ها برخورد کردیم، انسانی برخورد کردیم، ولی حسین میگه نه، اگه ما بکشیم این گونه با شما برخورد نمی کن. این جنبه های خشونت بعدا در فرهنگ سیاسی همین روحانیت ما هم وجود داره. کسانی که وقتی مخالفانشون رو میکشن، نه نشون میدن گورشون کجاست، قبرشون کجاست، مزارشون کجاست، نه به خانواده هاشون خبر میدن. اصلا خب اینا هم الگو میشه. توسط روحانیت همین نوع خشونت ها در درون جامعه تئوریزه میشه. در کنار این، یکی از ویژگی های بسیار مهمی که باید در تحلیل تاریخ زندگانی حسین بهش بپردازیم، مسئله بنیادگرایی حسینه. یعنی چیزی که شاید ما نتوانستیم اون رو فهم کنیم. بنیادگرایی یعنی پدیده‌ای که گروهی به شکل سازماندهی شده، حالا در گذشته فقها یا اندیشمندان سعی می‌کردن به واسطه مشکلات جهان اسلام برگردونن و ارجاع بدن به مبانی اسلامی. یعنی بگن اگر جامعه اسلامی امروز دچار ضعفه، دچار مشکله، به این دلیلی که ما از الگوهای اسلامی عدول کردیم، یعنی از قرآن، از سنت پیامبر، حالا در میان اهل سنت سلف صالحه، در میان شیعیان هم امامان. یعنی اگر ما میخوایم برگردیم به اون مجد و عظمت، باید برگردیم به اون مبانی اسلامی که روزگاری توانسته بود امپراتوری های ایران و روم رو زمینگیر بکنه. بنابراین باید برگردیم اونجا. این پدیده چون بر بنیانی وجود داره که اون رو قطعی میدونه، اصلی میدونه، که قرآن و سنته، بهش میگن بنیادگرایی. یعنی معتقدن احکام همان چیزیست که در قرآن آمده، در سنت آمده، و آنچه که امروز بنابر مقتضیات و ضرورت امر سیاسی تغییر کرده، تفسیر شده، تعویل شده، اینا غلطن و ما باید برگردیم طابق و نعل به نعل به سراغ مبانی. امروز پدیده بنیادگرایی امر مذمومی است. خیلی در برابرش موضع میگیرن، یعنی معتقدن داعش و طالبان و خیلی از این گروه ها بنیادگرا هستن و خودشون رو با جهان امروز تطبیق نمیدن. خب این بنیادگرایی بر یک پایه استواره و این پایه این است که تا چه اندازه علما و زعمای یک اعتقاد یا امر سیاسی معتقد هستن که ما باید برگردیم به بنیانها. خب حسین در این دستگاه فکری چه انسانی است؟ و یک انسان بنیادگراست یا نه، یک انسانی است که با مقتضیات روز کنار میاد. در اینجا کاملا مشخص میشه که
نزاع میان حسین با یزید و معاویه بر سر این است که اونها در یک سری از بخش ها سنت رو تعطیل کردن، حدود رو تعطیل کردن، وگرنه در زمان معاویه هم حج برگزار میشد، مردم نمازشون رو داشتن، احکام اسلامی اجرا میشد. در زمان یزید هم همین گونه است. در حدود 3 سال و اندی حکومت یزید هم شما حج دارید، عبادت ها برگزار میشه، مردم روزهشون رو میگیرن. ما میبینید که اونها حتی یک تفسیرهای عادی افرادی مثل یزید یا معاویه رو هم نمیپذیرن. حالا ببینیم حسین چه میگه، چون مهمه این مسئله. خب حسین در نامه‌ای که به معاویه می نویسه و اون کشته شدن افراد اشاره میکنه، به دو مسئله اشاره میکنه که آقای جعفریان آورده. انتقادهای امام به معاویه در قالب این نکته است که معاویه کسانی را کشته است که اولا با ستمگری مخالف بودند و ثانیا با بدعت. این بدعت همیشه در برابر سنت. بعدها هم علمای شیعه سعی کردند در برابر مفاهیم متجدد یا تجدد همون مسئله سنت رو بر بکشن. یعنی اگر حکمی در قرآن یا سنت وجود داره شما برخلاف اون رأی میدید، این میشه بدعت، بدعتی که سنتی رو تعطیل میکنه. اما یک زمانی هست در دوران مدرن، شما به واسطه افکار مدرن که مدرنیته هست، ابزار مدرن هم میسازی که بهش میگی مدرنیزاسیون. اما شما میبینید علمای اسلامی با اینها مخالفن، با آوردن آب لوله کشی مخالفن، با قطار مخالفن، با ساعت و تغییر ساعت مخالفن و با خیلی امور دیگر، از مسائل فکری گرفته تا مسائل ساختاری. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اونها اینها رو بدعت میدونن. شیخ فضل الله نوری وقتی رساله‌ای می‌نویسه در تحریم مجلس و مشروطه اشاره می‌کنه که اینها قصدشون چیه؟ می‌خوان حلال خدا رو حرام بکنن؟ می‌خوان حرام خدا رو حلال بکنن یا می‌خوان مباح خدا رو حلال و حرام بکنن؟ چیکار می‌خوان بکنن؟ هر کدوم از این کارها اختیارش به دست خداست. اختیارش به دست معصومه. شما چگونه می‌تونید این کار رو بکنید؟ بنابراین روحانیت، یعنی اون روحانیت خاص، که نگاهش نگاه سیاسی نیست، نگاه روز نیست، ریشه های از بنیادگرایی رو داره. حسین یکی از کسانی است که به صراحت بحثش در مورد بنیادگرایی است. به همین دلیله که آقای جعفریان وقتی به این مسئله اشاره میکنه، حالا ما نکاتش رو در نامهای حسین خواهیم خواند. به عنوان مثال یک نمونه دیگر از بنیادگرایی همینه. آقای جعفریان در صفحه 469 اشاره میکنه. دو سوژه ستم و بدعت از اعتراض هایی بود که همیشه شیعیان نسبت به دستگاه خلافت داشتن. یعنی شیعیان بنابر اون نگاه معاویه و فرزندش که نگاه روز داشتن، مثل اونا نبود. اونا میگفتن باید برگردیم به همون دوران پیامبر، به همون سنت ها، به همون بنیانهای خودمون. یعنی معاویه و یزید خلفایی بودن که سعی میکردن بنابر مقتضیات روز احکام رو تا حدودی انسانی ترش بکنن، تعدیلش بکنن. یعنی ما اگر میخواییم به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا نواندیشان دینی ما دفاع بکنن، باید از معاویه و یزید دفاع بکنن، چون اونها اندیشه هاشون یک اندیشه های روز و بدعت و تجدد بود، حالا با اون معیارهای آن زمان عرض میکنم، نه با معیارهای امروز. اما حسین و علی نگاهشون بنیادگراست. به همین دلیله که با معاویه و یزید میجنگن، میگن شما احکام رسول رو تعطیل کردی. داعش همینو میگه، طالبان همینو میگه، میگه باید ما برگردیم دوران رسول. خب دوباره آقای جعفریان اشاره میکنه به این مسئله در نامه حسین به سران بصره است، بخشی از این نامه. آقای جعفریان می نویسه این نامه که محتوای واحدی داشت به این مضمون بود، چون برای 5 نفر فرستاد که ما بعدا عرض خواهیم کرد. ابتدا از رسالت رسول خدا و اینکه حضرت در
در واقع حسین وقتی نامه رو شروع میکنه از پیامبر میگه و مسائل مختلفش رو صحبت میکنه تا اینکه میرسه به مسئله بخش اصلی حق خلافت خودش. ما ابتدا سکوت کردیم چون از اختلاف حراس داشتیم، اما اکنون بدعتها ظاهر شده و اساس دعوت من به کتاب خدا و سنت رسول است. یعنی دقیقا تمام علمای بنیادگرا همین نقل حسین رو دارن که هدف ما اینه که برگردیم به کتاب خدا و سنت، چون رفتاری که حاکمان ما دارن انجام میدن رفتار اسلامی است. به نقل بلازوری، امام به رؤسای بصره نوشتند سنت از میان رفته و بدعت احیا شده و مبنای عمل قرار گرفته است. بنابراین آنچه که اهمیت داره اینه که ما متوجه باشیم در تفکر حسین یک بنیادگرایی اسلامی وجود داره و اگر این اندیشه حاکم میشد در اون زمان خطر بسیار زیادی داشت، برخلاف اندیشه های عمویان که به هر حال متساهل بودند، کمی با مردم کنار می آمدن و اگر کسی با اونها کاری نداشت اونها هم با کسی کاری نداشتن. ولی اندیشه های علی و حسین دقیقا اندیشه های بنیادگرایی است، چون من دیدم در فضاهای مختلف به مناسبت مسائل انقلابی و قبلا اصلاحات در ایران سعی کردن قیام حسین رو قیام اصلاح طلبانه نشان بدن که اصلاحات در ایران توجیه کنن، که اگر ما دنبال اصلاحات هستیم از حسین الگو برداری میکنیم، در حالی که حسین به دنبال اصلاحات نبود، حسین به دنبال بنیادگرایی بود، به دنبال احیای دین جدش بود. بارها این رو اشاره کرده که ما بعدا هم به نقل‌های بیشتری اشاره خواهیم کرد. با توجه به اتمام وقتم در این برنامه، بحث زندگانی حسین رو در آینده هم خواهیم داشت تا نشان بدیم ریشه های فکری او چگونه بوده و بعد در اون نزاع چگونه می شود که کشته می شود. ممنونم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، تا فرصت به برنامه دیگر بدرود.